کاربران عزیز، با سلام های صمیمی و خوش آمد های گرم. جامعه ما یک جامعه سنتی مردسالار است که ریشه در فرهنگ و باورهای مذهبی دارد. حکومت ایران در گسترش و باز تولید قدرهای ناموسی نقش اساسی دارد. در جمهوری اسلامی زن مایملک مرد است و با به قدر رسیدن زن مرد قصاص نمی شود. آزار زنان توسط عوامل حکومتی در ملأ عام نمایانگر اقتدار حکومت اسلامی و سیادت مردان است. قطعهای ناموسی در ایران در شرایطی رخ می دهد که لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت نزدیک به 10 سال است که تدوین شده، اما هنوز به دلیل مخالفت شماری از روحانیون تصویب نشده و سرنوشت آن در حاله از ابهام قرار دارد. اگرچه روز سه‌شنبه 19 بهمن ذبیح الله خدایان سخنگوی قوه قضاییه رسانه ها را در مورد انتشار فیلم و عکس مربوط به خبر قتل دختر اهوازی تهدید به برخورد قاطع کرد و در نشست خبری خود گفت فضای مجازی متولیانی دارد و متولیان فضای مجازی باید آن را رصد کنند و مواردی که موجب جریحه دار شدن افکار عمومی می شود نباید در فضای مجازی پخش شود. باید به ایشان گفت زمانی که شما در ملأ عام اعدام می کنید، شلاق می زنید، زنان را کتک می زنید، آیا این صحنه ها افکار عمومی را جریحه‌دار نمی کند؟ امروز میزبان دکتر رضوان مقدم هستیم و موضوع بحث قتل ناموسی خشونت‌های حکومتی است. خانم دکتر رضوان مقدم دارای فوق لیسانس در آمار ریاضی و روانشناسی، دکترا در رشته علوم سیاسی و اجتماعی، در رشته مطالعات جنسیتی از دانشگاه فو برلین هستند. ایشان از بنیانگذاران هماندیشی جنبش زنان، کمپین 1,000,000 امضا، منشور زنان، مادران صلح، عضو فعال خانواده خاوران و مؤسس کمپین علیه اسید پاشی و سخنگوی کمپین توقف قتل‌های ناموسی هستند. مقالات متعدد در زمینه حقوق زنان، حقوق بشر و مسائل اجتماعی انتشار دادند. بعد از بارگزاری صحبت‌های اولیه خانم مقدم، شما کاربران عزیز می توانید سوال‌هایتان را بنویسید و ایشان در حد امکان به سوال‌های شما پاسخ خواهند داد. لطفاً در طول برنامه از بارگزاری مطالب غیر خودداری فرمایید. سپاسگزارم. درود به شما و شنوندگان این برنامه و سپاسگزارم از اینکه برنامه ای رو با عنوان قتل‌های ناموسی و خشونت حکومت انتخاب کردید که تا امروز در موردش صحبت کنیم. خب پیش از هر چیز باید بگیم قتل ناموسی چی هست؟ سابق بر این قتل ناموسی رو به قتل‌هایی گفته می‌شد که بیشتر به اصطلاح روابط خارج از ازدواج زن یا دختری رو مطرح می‌کرد و می‌گفتن که برای خانواده ایجاد بی‌آبرویی می‌کنه. اما امروز تعریف قتل‌های ناموسی فراتر از این هست و به نظر من که روی این موضوع کار کردم، قتل‌های ناموسی شامل تمام قتل‌هایی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم به مسئله حس مالکیت بر وجود زن برمی‌گرده. ببینید امروزه قتل‌هایی مثل مثلا ارتباط در یک کانال تلگرامی یا چت کردن، تقاضای طلاق کردن و بدون اجازه از خونه بیرون رفتن، اینها همه شامل قتل‌های ناموسی میشه
پوشیدن حجاب مورد نظر مردان خانواده یا حجاب مورد نظر حکومت، این هم شامل قتل ناموسی میشه اگر منجر به کشتن بشه. خب پس بنابراین در مورد قتل‌های ناموسی که چی هست؟ چون بعضی ها سوال میکنن مثلا طلاق گرفتن، کسی تقاضای طلاق میکنه و همسرش میکشه، آیا قتل ناموسی هست؟ بله، از نظر من به عنوان کسی که روی قتل‌های ناموسی کار کردم و همینطور کمپین توقف قتل‌های ناموسی، ما اینها رو در زمره قتل‌های ناموسی میدونیم، چون که مرد، یعنی وقتی که شما به اصطلاح به فلسفه این کار برین، میبینید که مرد در حقیقت بهش بر میخوره از اینکه زن میخواد طلاق بگیره، جدا بشه و خودش رو مالک اون میدونه و فکر میکنه اگر این زن طلاق گرفت باعث بی‌آبرویش میشه. به همین دلیل این رو در زمره قتل‌های ناموسی ما قرار میدیم. و خب حالا من میخوام خدمتتون عرض کنم که چه رابطه‌ای بین قتل‌های ناموسی و مسئله حکومت خشونت حکومتی هست. قتل‌های ناموسی اصولا دو تا عامل اصلی هست که سبب قتل‌های ناموسی میشه. یکی مسئله سنت‌ها و فرهنگ خشونت آمیز علیه زنان، سنت های قومی و قبیله‌ای و دیگر قوانین. در بعضی از مناطق مثل فرض کنیم در بعضی از شهرهای خوزستان به خصوص در خرمشهر و اهواز، رسم بر این هست که، یعنی سنت و رسم بر اینه که از همون ابتدا دختر عمو و پسر عمو زن و شوهر اعلام میشن، یعنی حق اون دختر عمو در حقیقت اون دختر عمو متعلق به پسر عموش هست، یعنی در بعد تولد این همسرش رو براش تعیین میکنن که زن کدام یک از پسر عموها بشه. و خب دیگه تا زمانی که بزرگ میشن اینا به هر حال به این شکل نشون کرده هم دیگه هستن و اگر دختر بخواد به یک کسی دیگه ازدواج بکنه یا از پسر عموی خودش خوشش نیاد با مخالفت شدید مواجه میشه. پس این مسئله هیچ جایی در قانون نداره، ولی که یک مسئله متاسفانه سنتی است و فرهنگی است که خب مستلزم به اصطلاح تغییر قوانین هست. اما حالا نقش حکومت چیه؟ نقش حکومت اینه که با آموزش های غلطی که از طریق کتاب ها، از طریق رادیو تلویزیون، از طریق فیلم هایی که تولید میشه به این مسئله دامن زده میشه. یعنی آموزش های غلط سبب عمیق کردن این سنت های غلط میشه. به جای اینکه آموزش جنبه تغییر مثبت رو داشته باشه، آموزش اون کتاب‌های آموزشی که جمهوری اسلامی تولید می‌کنه باورهای غلط رو، فرهنگ‌های غلط رو، سنت‌های غلط رو بیشتر عمیق می‌کنه و تشویق کننده اونها هست. اینی که ما می‌بینیم پس از انقلاب میزان قتل‌های ناموسی به طرز سرسام‌آوری از مثلا بحرانی میشه و از خط قرمز رد میشه و میبینیم که پشت سر هم و به طرز فجیعی، یعنی ما قبل از انقلاب همچین حالتی نداشتیم. من خودم خوزستانی هستم و هرگز ما ندیدیم که یک همچین اتفاقاتی بیفته، ولی پس از انقلاب این چندمین مورد هست که متاسفانه مردان و خانواده دست به چنین اقدام فجیعی میزنن، مثل قتل مونا که اتفاق افتاد و فاطمه برهی هم که سال در حقیقت 1398 سر همسرش رو کنار رودخونه برید و قبل از اون هم مردی دختر 6 ساله خودش رو سرش رو برید در اهواز و دورش شهر چرخون. خب و در مورد بعد حالا میریم سراغ قوانین. قبل از هر چیز طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس اصل 4
میگه همه قوانین، بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها باید بر اساس شریعت اسلام باشه. خب شریعت اسلام چی میگه؟ شریعت اسلام شما هر کجا که دست بذارید میبینید که مرد رو برتری داده و قوانینی رو که از اون ناشی میشه در حقیقت زن به عنوان یک موجود برابر با مرد ابدا تلقی نشده. مثلا در زمینه ارث شما نگاه میکنید میبینید که خواهر نصف برادرش ارث میبره، زن که خب اصولا از زمین ارث نمیبره، به عنوان همسر البته از زمین ارث نمیبره، و مسائل دیگه که خب حالا باید اگه بخوایم یک جلسه جدا به این مسئله پرداخته بشه. ولی در مجموع قوانینی که حالا وضع شده، مثلا فرض کنیم اصل 630 قانون مجازات اسلامی میگه که اگر که مردی همسرش رو با یک مثلا زنش رو با یک مرد اجنبی ببینه، با یک مرد بیگانه ببینه و علم به تمکین زن داشته باشه، میتونه هر دو رو در جا بکشه بدون که هیچ مجازاتی به اون مرد به اصطلاح تعلق بگیره. خب ببینید این قانون خودش یکی از مواردی است که ایجاد خشونت میکنه و مشوق هست برای ارتکاب قتل ناموسی. موادی مثل مواد قانونی مثل 301 و 302 قانون مجازات اسلامی هم به همین ترتیب، در جایی که میگه پدر و جد پدری اگر که به اصطلاح فرزند یا نوه خودشون رو بکشن خب قصاص نمیشن، در اینجا هم این یک تشویقه. و خب اگر که علم به این باشه که زنی به اصطلاح خیانت کرده، باز هم مجازات آنچنانی به اصطلاح منتظر پدر و به خصوص پدر که اصلا چیز نمیشه، یعنی مجازات آنچنانی در انتظارش نیست، مثل مثلا پدر ریحانه یا پدر رومینا که رومینا 9 سال حکم گرفت و ظاهرا یکی از طولانی ترین حکما هست. اینها همه قوانینی هست که به هر حال ایجاد خشونت میکنه. خیلی وقتا کشتن رو به دست برادر به اصطلاح اون زن یا دختری که حالا مد نظر است که بکشن اون رو داده میشه، چون ولی دم پدر و مادر هستن، پدر و مادر اون دختر هستن و اینها هم که طبق نقشه قبلی این کار میکنن و معمولا هم به بچه های که زیر 18 سال هستن این جنایت رو به عهده اونها میگذارن و بعد هم پدر و مادر میرن رضایت میدن، چون اگر در قتل ولی دم رضایت بده بخشیده میشه. و خب به همین ترتیب هستش که قتل دختران و زنان به سادگی انجام میشه. این هست که ما میگیم دولت خودش عامل اصلی ایجاد خشونت هست و در قتل‌های ناموسی شریک جرم هست و در حقیقت این قوانینی هستند که حمایت میکنن از قتل‌های ناموسی که خیلی میتونن آموزش‌های غلطی رو هم در ذهن خودشون داشته باشن. همونطور که میبینیم پدر رومینا قبل از اینکه رومینا رو بکشه با یک وکیل مشورت میکنه و میپرسه این رو که من اگر بکشم چی میشه، با علم به این میره دست به این کار میزنه. بنابراین همین خود همین قوانین هم هم جنبه تشویق کننده داره برای قتل های ناموسی و هم که چگونگی انجام این عمل به اصطلاح جنایت آمیز رو به مردان آموزش میده. وقتی که میدونن ولی دم میتونه ببخشه و اگر که چون بر اساس به اصطلاح قتل، این قتل زنان که انجام میشه، اگر خانواده ببخشه یا باید قصاص بکنه، در حالتی که قصاص اگر شوهر حالا قاتل باشه مثل مورد گلاله شیخی که خب الان خانواده حکم قصاص گرفتن، و در موارد این چنینی اگر خانواده ببخشه
که طرف آزاد میشه. اگر که قصاص بکنه که خود خانواده قاتل میشن. مثلا شما فکر کنید که پدر گلاله که یک فرهنگی هست، این قوانین خودشون از یک فرد فرهنگی یک قاتل درست میکنن، از یک معلم یک قاتل درست میکنن، چون اون پدر باید بره صندلی رو از زیر پای قاتل بکشه. و خب میبینیم که چقدر قوانین در اینجا نقش مخرب داره به جای اینکه نقش بازدارنده داشته باشه در ایجاد خشونت و ارتکاب به جرم. و در نهایت هم اینه که خب خانواده مقتول دیه بگیرن، که اون هم حالا اگر فرض کنیم پسر خانواده قاتل هست، که خب اصلا اینجا مفهومی نداره که بخوان دیه بگیرن. و در موردی که شوهر قاتل هست، در اون صورت اگر که خانواده دختر ولی دم دیه بگیرن، که اون هم دیه زن طبق قانون نصف دیه مرده. و الان که خب قانون تعیین کرده برای سال 1400 مبلغ 480 میلیون، یعنی جان یک زن در اون مملکت 240 میلیون هست، که شما اگر به دلار امروزه حساب بکنید، یعنی با 80 هزار دلار میتونن به راحتی یک زن رو بکشن. و همین این قوانینی هست که متاسفانه در جمهوری اسلامی وضع شده، و قوانین خشونت آمیز علیه زنان، قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، و خشون و قوانینی هست که برای جامعه ایجاد خشونت میکنه و افزایش خشونت در جامعه، و همینطور که میبینیم چقدر ایجاد ناامنی کرده که مستلزم تغییر هست. من در خدمت شما عزیزان هستم، اگر سوالی دارید بتونیم بیشتر مسائل رو باز کنیم. شده نقش جامعه در تشدید وقوع قتل‌های ناموسی چیست؟ خب سوال خیلی سوال به جایی هست، به خاطر اینکه یک بعد اصلی در حقیقت قتل‌های ناموسی به جامعه برمی‌گرده. من میتونم بگم اصلا نقش اساسی رو داره. حتی قوانین هر جامعه ای به طور مستقیم و غیر مستقیم برآمده از در حقیقت پتانسیل ها و خواست های هر جامعه است. البته به طور مطلق نمیشه گفت، ولی به طور نسبی ممکنه بعضی به این پاسخ من ایراد بگیرن و بگن که مثلا در جمهوری اسلامی الان این قوانین خب که وجود داره، این قوانین بر اساس خواست مردم نیست. درسته، اما در سال 57 به هر حال زمانی که این قانون اساسی تدوین شد و بعدش قانون مجازات اسلامی و قوانین مدنی و غیره، در اون زمان به هر حال بخشی از جامعه، نه همه، پذیرای یک چنین قوانینی متاسفانه بودن. یعنی باید ما واقعیت رو بپذیریم. من اعتقاد دارم به این مسئله که اگر میخوایم تحلیل در حقیقت تصمیم درست بگیریم، باید تحلیل هامون درست باشه. خب جامعه از دو تا بعد اساسی، یکی مسئله به اصطلاح فرهنگ هست، که ما میبینیم در بعضی از مناطق که به خصوص مسئله محدود کردن زنان رو بیشتر بهش بها میدن و مسئله ناموس پرستی و اینکه زنان رو ناموس خانواده میدونن، این قتل ها به مراتب بیشتر از جاهایی است که برای زنان آزادی بیشتری قائل هستند. و خب بخش دیگرش هم قوانین هستند، که البته قوانین هم به هر حال در یک جامعه جاری هستند و باید اراده‌ای برای تغییر این قوانین از درون جامعه باشه که به اصطلاح بشه این قوانین رو فشار آورد وقتی که بنا به خواست جامعه نیست، به فشار آورد و به هر حال حاکمیت ها رو وادار کرد به
تغییر روش. چیزی که مثلا فرض کنیم در رنسانس در اروپا اتفاق افتاد. سوال قبلی خب یه قدری به اصطلاح طولانی شد، یعنی خود اون سوال اولی مستلزم یک جلسه است، به همین دلیل من خیلی سعی میکنم واقعا مختصر جواب رو بدم، ولی اگه بخوایم در عمقشون بریم سوالات رو باید خیلی بیشتر توضیح داد. اما سوال بعدی گفته شده آیا عوامل سیاسی باز تولید خشونت در جامعه می شود؟ آیا این گونه قتل ها نمایش اقتدار مرد سالاری در جامعه است؟ البته که نمایش اقتدار مرد سالاری هست، چیز غیر از این نیست. و عوامل سیاسی، خب این خیلی خیلی کلی هست سوال، عوامل سیاسی از چه دیدی؟ اگر منظور سوال کننده سیاست هایی است که توسط سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان، قانون گذاران در حاکمیت هست، خب بله تولید خشونت میکنه. چرا که از کانال مثلا فرض کنیم مجلس قوانینی صادر میشه، قوانینی تصویب میشه، مثل مواد قانونی که ماده قانونی مثلا 630، 301، 302 و قوانینی که کلن تولید خشونت میکنن. اگر منظور این هست، من این مقدار سوال که آیا عوامل سیاسی باز تولید خشونت میکنه، این رو خیلی برام روشن نیست. سوال بعدی، دلیل تشدید قتل‌های ناموسی در دوران حکومت اسلامی چیست؟ خب خیلی معلومه این مقداری این سوال به سوالات قبلی و پاسخش به پاسخهای قبلی مربوط هست. ببینید، بر اساس اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام قوانین باید بر اساس شریعت اسلام باشه. خب شریعت اسلام حالا چی میگه؟ شریعت اسلام میگه که زن باید از مرد اطاعت کنه، تمکین کنه. زنی که تمکین نکنه شایسته مجازات، شایسته تنبیهه. این تنبیه میتونه از اونجور که حالا در سوره نساء آیه 15 اومده، میتونه اول به اصطلاح همسر اون رو از خوابگاه خودش برانه، یعنی اینکه باهاش به اصطلاح ارتباط جنسی برقرار نکنه، تا دیگه چیزی که حالا داریم میبینیم. و یا مثلا فرض کنیم که طبق هم ماده 630 که گفتم، مرد میتونه اگر علم به تمکین زنش داشته باشه، میتونه هم زن و هم کسی که باهاش در ارتباط هر دو رو در جا بکشه بدون که مجازاتی باشه. خب این قوانین در حقیقت یک جوری دست خشونتگران رو باز میذاره برای اعمال خشونت. اما فراتر از این، مثلا فرض کنیم خود حجاب اجباری که زن رو در حقیقت ابژه کردن زن رو به دنبال داره، سبب میشه که در تفکر مردان و نگرششون نسبت به زن یک نگاه از بالا به پایین باشه، یک نگاه تحقیرآمیز باشه. یعنی وقتی کودکی مادرش رو میبینه با حجاب، میبینه که باید در کوچه و خیابون مادرش با پوشش خاصی باشه، نگرش خاصی نسبت به زن پیدا میکنه. به همین دلیلی که ما میبینیم قتل‌های ناموسی در اون مملکت بعد از جمهوری اسلامی اصلا به طرز وحشتناک اصلا قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست. سوال شده وظیفه نیروها و احزاب سیاسی در مورد توقف قتل‌های ناموسی چیست؟ خب وظیفه‌شون خیلی 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 مهمه. یک، آموزش خود اعضا و کادرهای حزبی در وهله اول، که در وهله اول کسانی که در احزاب هستن، حالا من فکر می‌کنم منظور احزاب سیاسی چپ هست، چون که احزاب مثلا ما احزاب حزب مجاهدین انقلاب اسلامی و احزاب چیز داریم دیگه در ایران، اگر منظور به اصطلاح احزاب مترقی به طور کلی هست، یکی آموزش کادرها و اعضای خودشون هست در وهله اول، و بعد
بردن در حقیقت شعار برابری جنسیتی در عمق جامعه. یعنی یکی از اشکالاتی که احزاب در ایران، احزاب سیاسی، گروه های سیاسی داشتن این بود که یه مقداری ارتباط با توده های مردم، ارتباطشون با توده های مردم کم بود یا در بعضی مواقع نبود، به خصوص گروه های چریکی. حالا البته این در خارج از این سوالی است که کردید، چون بیشتر منظور کلمه، چون نیروها رو گفته بودید، من این مسئله به اصطلاح چریک ها رو مثال زدم، ولی احزاب خب منسجم تر هستن و به نظر من در قالب احزاب میشه کارهای سیستماتیک و اصولی تری رو در این مورد انجام داد. و اما سال بعدی، کسانی که در خارج از ایران هستند و افرادی که در داخل هستند در مورد این معضل فرهنگی و سنتی و قانونی چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنید؟ خب ببینید، مسئله قتل‌های ناموسی الان یک معضل در حقیقت فرا مرزی هست، یعنی فقط در ایران نیست، بلکه الان میبینیم در جاهای مختلفی هست. اما باید به یه واقعیت اشاره بکنیم، بعضی ها دوست ندارن این گفته بشه، اما شناخت در حقیقت علت درد بخشی از درمانه و اغلب قتل‌های ناموسی که در خارج از کشور، در کشورهای اروپایی، آمریکا اتفاق می‌افته، بنا به اصطلاح کیس‌هایی که وجود داره، چون من روی این کار تحقیق کردم و قتل‌هایی که در خارج اتفاق می‌افته بیشتر به وسیله متأسفانه مهاجرین هست، مهاجرینی که از همین کشورهای غالبا تحت قوانین اسلامی میان، در کشورهای آفریقایی هم همینطور. من برای اینکه این پاسخ شما رو دقیق تر بخوام بدم، میخوام به یک آمار سازمان ملل اشاره بکنم که در تحقیقی که سال 2017 انجام شد، 86,000 زن سالانه به دست فامیل یا پارتنراشون کشته میشن و از این 86,000 تا حدود 50,000 تاشون به مسائل به اصطلاح همین ناموسی ارتباط پیدا میکنه و آفریقا و آسیا در صدر جدول هستن با حدود 20,000 تا در آفریقا و 19,000 تا در آسیا. خب و از لحاظ پراکندگی هم کشورهای آسیایی همونطور که گفتم بیشتر در کشورهایی است که تحت قوانین اسلامی هم هستند. مثلا در پاکستان سالانه حدود 1,000 تا زن کشته میشه. در ترکیه خب میزان قتل زنان خیلی زیاده، ایران هم خیلی متاسفانه این رشد کرده. حالا بپردازم به جواب اصلی شما. یه مقدمه رو گفتم که مقداری یک تصویر و تصور کلی از وضعیت در ذهن عزیزان باشه، ولیکن مسئله مبارزه با این معضل داخل و خارج نداره. واقعا متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی خیلی سعی میکنه از افراد خارج از کشور، از نیروهای مدنی و سیاسی خارج از کشور لولو خورخوره درست کنه و فعالان داخل کشور رو میترسونه. متاسفانه بخشی از فعالان داخل کشور هم فریب این تهدیدها رو میخورن، فریب مرعوب این مسائل میشن و درشون تأثیر میذاره، در حالی که خارج و داخل نداره. وقتی شما میبینی، چون میبینی که نابینا و چا هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. و حالا به هر حال این همطور که در ابتدا در یکی از سوالات هم عرض کردم، خب خود این کمپین توقف قتل‌های ناموسی بین المللیه، یعنی از داخل و خارج از کشور در این کمپین خوشبختانه عضو هستند و راهش اطلاع رسانی هست، راهش آموزش هست، روشن کردن نکات خشونتزای قوانین هست و زیر سوال بردن به اصطلاح فرهنگ های زن ستیز هست، بردن بحث در سطح جامعه هست،
اینا همه کارهایی است که هر کسی به سهم خودش میتونه انجام بده. سوال شده که با سلام، آیا تعریفی علمی یا جامعه شناسانه برای ناموس وجود دارد؟ آیا ناموس را فقط در ارتباط با مذهب باید دید؟ و اگر آری، پس چرا در سایر مذاهب چنین چیزی دیده نمی شود؟ با تشکر. خب اول راجع به تعریف علمی یا جامعه شناسانش که بهتره بگیم تعریف جامعه شناسانه، بله تعریفی وجود داره، البته یک تعریف کلاسیک بود که سابق بر این قتل‌های ناموسی رو به قتل‌هایی می‌گفتند که یک زنی ارتباطی خارج از ازدواج داشت و این رو در زمره قتل‌های ناموسی می‌دونستن، به خاطر اینکه فکر می‌کردن زنی که خارج از ازدواج رابطه با یه مردی داشته باشه آبروی خانواده و قبیله رو برده و این برمیگرده یک قدمت تقریبا بیش از 4000 ساله داره و در فرهنگ آشوری هم در حقیقت آشوریان، منظورم آشوریان دست لحاظ تاریخی هست، این مسئله وجود داشته، قتل‌های ناموسی، بعد به یونان باستان میرسه و بعد به همینطور میاد در دین یهودیت هم بوده و اما امروز، حالا من اول تعریف جامعه شناسانش رو بگم، اما امروز تعریفی که از قتل ناموسی شده متفاوته. خود من تعریفی که به عنوان یک جامعه شناس، تعریفی که از قتل‌های ناموسی دادم اینه که قتل‌های ناموسی به قتل‌هایی گفته میشه که به هر نوعی مردان خانواده برای حفظ کنترل خودشون بر بدن زنها و اعمال میکنن، مثلا در مواردی حتی یک چت در تلگرام یا سوء زن یا حتی حق اقدام به طلاق، همه اینها در زمره قتل‌های ناموسی است. یعنی هر قتلی که به نوعی چه مستقیم و چه غیر مستقیم به غیرت و به قول معروف به غیرت مردان، اون البته توی گیومه بر بخوره، اینها در زمره قتل‌های ناموسی هستش. و بقیه سوال هم بقیهش این بود که گفته شده بود که آیا ناموس را فقط در ارتباط با مذهب باید دید؟ خیر، فقط در ارتباط با مذهب نیست، ولی مذهب خیلی نقش داره. ببینید مثلا فرض کنیم در دین یهودیت هم هست قتل ناموسی و اتفاقا ارتباط تنگاتنگی با مذهب داره، اما به خصوص خب مثلا در مورد مذاهب یا مثل خود اسلام که خیلی از مواردش اصلا از دین یهودیت، یه جوری به قول معروف مونتاژی از در یهودیت، مسیحیت، از هر گوشه اسلامی چیزی رو گرفته و سرهم کرده، منتها مثلا همین سنگسار و قتل‌های ناموسی، ختنه، اینها همه از دین یهودیت اومده. حالا با ولده به قول من بحث جانبیش نشیم، بله با مذهب هم ارتباط مستقیم داره، اما مسئله سنت ها و فرهنگ ها و قوانین رو هم باید در نظر گرفت، به خصوص در کشوری مثل کشور ما که قوانین بر اساس شریعت اسلام هست و خب یکی از آیه هایی که در مورد اصطلاح کنترل زنان هست سوره نساء آیه 15 هست که خب خود اون مثلا خشونتزا هست و مسئله تمکین زنان رو مطرح میکنه. به هر حال و در قوانین هم اصل ماده 630 قانون مجازات اسلامی رو داریم که اگر مردی همسرش رو در به اصطلاح با یک کسی دیگه ببینه و علم به تمکین داشته باشه میتونه هر دوی اونها رو بکشه، این هم یکی از مواد هست، مواد 301 302 قانون مجازات اسلامی هم که خدمتون عرض کردم. بعدی گفته به نظر من به شدیدترین شکلی رسانه‌های مخالف حکومت بعد عکس العمل نشوندن، یعنی همون کسانی را که مرتکب شده اند
مورد خطاب قرار دادن حداقل باعث می شود بقیه خانواده ها بدانن که تشویق نمی شود. نظر شما چیست؟ خب بله کاملا درسته. ببینید وقتی یک عملی در جامعه وقتی شما ببینید براتون هزینه داره، یعنی وقتی یک خانواده ببینه که اگر به فرض که ما که کلن مخالف کلمه ناموس هستیم و اصلا این حالا کلمه ناموس اصلا کلمه یونانی هست و اصلا به معنی قانونه، منطقه خب حالا اومده شکل عوض کرده و این شده و الان تفکری که وجود داره زن رو ناموس خودشون میدونن. مثلا دیدین مردم میگه قسم به ناموسم، یا مثلا به ناموس من بد نگاه کرد، یا از این اصطلاحات زیاد شنیدین. وقتی در جامعه جا بیفته که به نظر من مردان خودشون خیلی نقش دارن، حالا شما پرسید رسانه ها، رسانه های مخالف، اصلا رسانه ها کلن وظیفه دارن. ببینید الان خب همین کمپین توقف قتل های ناموسی وبسایت داره، وبسایت خودش یک رسانه است. خب ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم، اما این وبسایت باید کسان دیگری، یعنی نقش این دفعه مردم میشه که بتونن اون پیام رسانه رو، الان شکل رسانه ها با قبل متفاوت، قبلا مثلا بیشتر مردم میشستن پای رادیو و گوش میدادن، الان وبسایت بیشتر، الان تو شبکه های اجتماعی و این شبکه های اجتماعی گردشش به دست مردمه. یعنی الان شما مثلا گفته میشه که این تو ساعت 9 شب به وقت تهران این توییت انجام میشه، این کار یک عمل رسانه‌ای هست که میشه به این وسیله مردم به اصطلاح قتل‌های ناموسی رو پرهزینه بکنن برای مرتکبینشون. وقتی طرف میبینه دیگه نمیتونه وقت بعد از کشتن یک کسی سرشو بلند بکنه در جامعه، و اگر دولت بیاد برای این فرد مجازات مثلا 50 سال حکم زندان بذاره، دیگه کمتر کسی دست به این کار خواهد زد. اینه که به هر حال مسئله رسانه ها، یعنی باید همه دست به دست هم بدن. امروز خوشبختانه هر کس خودش میتونه یه رسانه باشه و منتظر به قول معروف بقیه رسانه های جریان اصلی نباشیم تا بخوان کاری انجام بدن، ولی حرف شما درسته و نقش دارن. سوال شده حتی به نظر من نویسندگان، شاعران، فیلمسازان بعد افکار انسانی رو پرورش در فکر نمی کنید در این زمینه کوتاهی شده؟ بله 100% کوتاهی شده. ببینید خب در داخل که تمام به اصطلاح تولیدات هنری در سینما باید از زیر کنترل حکومت بگذره و متاسفانه خیلی وقتا فیلم ها رو سانسور میکنن، خیلی وقتا اجازه اکران نمیدن، حتی وسط ساخت، قبل از اکران اصلا وسط ساخت ممکنه جلوشون رو بگیرن. با این حال بعضی از فیلمسازان این تعهد رو دارن که کارهایی رو انجام میدن. مثلا فرض کنیم فیلم خانه پدری، خب یک فیلم جالبی است. بله کاملا درست میگید. حتی به نظر من امروز اگر نویسندگان، شاعران، فیلمسازان بیان ویدیوهای کوتاه از خودشون بدن، ویدیوهای یک دقیقه ای، کمپین توقف قتل‌های ناموسی از همه مردم خواسته که این ویدیوها رو درست کنن و در اختیار ما بذارن. خود شماهایی که الان دارین گوش میدین میتونید از خودتون یک ویدیو تهیه بکنید. باز هم میگم ما منتظر بقیه نمونیم، اگرچه معتقدم حرف شما درسته و باید این کارو به قول معروف سلبریتی ها این کارا رو هم خودشون بکنن و همین که از اون حرفه‌ای که دارن، نقاش، شاعر، هر چی هست، استفاده بکنه و این صدا رو بلندتر بکنه. ولی مردم عادی هم خیلی میتونن. الان هر کدوم از شما اگر 60 نفر 70 نفر هر چقدر در این اتاق هستید، هر کدوم یک ویدیو یک دقیقه درست کنید، به این سوال جواب بدید. در جامعه ای که قتل های ناموسی رو تایید میکنه یا میپذیره چه شکلی میشه تغییر داد؟ نقش ما چیه؟ اگر زن هستید نقش خودتون رو، نقش زنان رو بگید، اگر مرد هستید نقش مردان رو بگید، و اینو یک دقیقه میتونید برای خانم ملک بفرستید.
و در کمپین اینها در یوتیوب کمپین خواهد بود، از همه جا پخش میشه. این که از راه های مبارزه با این جنایت ها هست. سال بعدی سال جالبی است. خیلی این سوالو میکنن، از نظر حقوقی با چنین مجرمان و قاتلانی چه برخوردی باید کرد؟ ببینید دوستان، خیلی بحث حقوقی هست، بحث روانشناسی اجتماعی هست، بحث روانشناسی تربیتی هست. اینجا از نظر حقوقی در وهله اول، اول اینکه قوانینی که صادر میشه، این قوانین به قانونگذار باید حواسش جمع باشه که قوانینی رو تدوین نکنند که خود اون قوانین ایجاد خشونت بکنه. متاسفانه در قوانین جمهوری اسلامی، قوانین ما خودش بعضن خشونت زا هستن، ایجاد خشونت میکنن، مثل مواد قانونی که خدمتون عرض کردم. از نظر یا مثلا همه حکم اعدام یا اعدام در ملأ عام، اینها تولید خشونت میکنه و میبینیم که زشتی کار رو از بین میبره در بین مردم، تأثیرات منفی روی روح و روان مردم میذاره. به اعتقاد من، به عنوان یک روانشناس، به عنوان یک جامعه شناس، معتقد هستم که مجازات اعدام باید حذف بشه، مجازات قصاص باید حذف بشه، مجازات سنگسار باید حذف بشه. اینها همه قوانینی هست ارتجاعی، قوانینی هست که تا به حال بشریت نشون داده که کمکی به حال بشریت نداشته. به جای اون قوانین جایگزین، مثلا احکام طولانی مدت همراه با کار، نه اینکه کارهایی که خود شکنجه باشه، نه، یعنی اینکه اون کسی که داره زندانیشو میکشه، مثلا در کارگاه های تولیدی که در زندان ها هست، اینها برن و روزانه 8 ساعت کار مفید در اون کارگاه تولیدی بکنن. برای یک قاتل هم به اعتقاد من، حالا من میگم 50 سال ولی بعضیا میگن 30 سال و 40 سال کافیه. این بین افراد اختلاف نظر هست، ولی کن به هر حال اگر کسی بدون 30 سال زندان خواهد بود، گوشه زندان خواهد بود، به هر حال خیلی احتمالش کمتر هست که دست به چنین کاری بزنه. من اینجوری فکر میکنم که اعدام نباید باشه و حبس طولانی مدت جایگزینش بشه. حبس طولانی مدتی که باز طرف نگه حالا من میرم 10 سال میکشم میام بیرون تموم میشه میره، نه، حبس طولانی مدتی که حداقلش 30 سال باشه. این رو حالا بعدا میشه بحث کرد روش. شده ظاهرا در قانون جدید زن قیمت زمین ارث میبرد ولی از عین آن ارث نمیبرد و قانون قدیم که از اعیان ارث میبرد عوض شده است. خب این سوال ربطی به بحث امروز ما نداره، اما این مسئله در مورد اولا زمین های کشاورزی هست. هنوز در مورد به اصطلاح مثلا یک خونه مسکونی، زن از زمینش ارث نمیبره، زن از زمین ارث نمیبره و این قانون به این شکل هست. دقت کنین دوستان، در قوانین جمهوری اسلامی خیلی نکات ریزی رو میگنجونن و به این ترتیب. قبلا هم کلن زن از زمین ارث نمی برد. مثلا اگر یک باغی رو به اصطلاح کسی باغدار بود و فوت میکرد، زن به عنوان همسر نه به عنوان دختر. ببینیم وقتی ما کلمه زن رو به کار بریم، یه مقداری باید احتیاط بکنیم ببینیم در مورد چه زنی داریم صحبت میکنیم. اگر یک کسی مثلا فرض کنیم 3 دختر داره و 3 پسر، یا حالا یک دختر داره یک پسر، ساده تر کنم قضیه رو، و یک باغ داشت قبلا، حالا من قانون قبلی رو دارم میگم، و یک همسر مطلقا از اون باغ از زمینش ارث نمی برد، ولی از درختان اونجا، از محصول اونجا ارث می برد. و دختر نصف پسر ارث می برد، یعنی اون که اون باغ حالا 3 قسمت می شد، 2 سهمش مال پسر می شد، 1 سهمش مال دختر، و مادر یا به اصطلاح همسر اون فرد از زمین ارث نمی برد. اما در الان در مورد به اصطلاح زمین های کشاورزی به این ترتیبه که زن هم ارث ببره، زن هم که 1/8 ارث می بره. اما اگر خونه داشته باشه همچنان
خونه برای همسر 1/8 از بنا، نه از زمین خونه. ولی دختر به عنوان دختر پدرش نصف برادرش ارث میبره. یکم پیچیده است، ولی حالا سوال هم رفتی به این جلسه نداشت، ولی در حدی که من اطلاع داشتم خدمتون عرض کردم. سوال دیگری شده، جامعه ما به لحاظ اقتصادی عملا سرمایه داری است، اما به لحاظ فرهنگی هم بازماندهای فئودالی هنوز هم حاکم است. برای جایگزینی یک فرهنگ انسانی چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنید؟ در وهله اول آموزش، آموزش، آموزش. ببینید، کتاب های درسی سرشار از کلیشه های جنسیتی و خشونت علیه زنان است. تلویزیون، رادیو، مدارس به صورت شفاهی. خب همین مسئله حجاب، ببینید که یکی از عوامل اصلی خشونت علیه زنان مسئله حجاب هست. پسری که میبینه در خونه مادرش برای بیرون رفتن باید یک لچک بندازه سرش یا یک چادر بندازه سرش و از در خونه بره بیرون، ولی پدرش کت و شلوار میپوشه و دستش رو میذاره توی جیبش میره، همون اول اون تصویری که در ذهن بچه نقش میبنده فرودستی مادرش هست، کم ارزش بودن مادرش هست نسبت به پدرش. این مسئله به طور به قول معروف پنهانی در گوشه از مغز این موجود، چه دختر چه پسر، حک میشه. اینها همه رفتارهایی هست که اتفاقا آموزش‌های غیر مستقیم بسیار پایدارتر از آموزش‌های مستقیم در ذهن میمونن. و خب این به اصطلاح فرهنگ‌های عقب افتاده، این آموزش‌های عقب افتاده به این شکل نهادی نمیشه در جامعه و نتیجهش همینی میشه که میبینیم. بنابراین به اعتقاد من آموزش خیلی نقشه تعیین کننده داره، یعنی اینکه اگر در جامعه آموزش درست باشه این اتفاقات نمیفته. و اینجا با سوال شده، غزل را در سن 12 سالگی مجبور ازدواج کردن، تأثیرات روابط جنسی زمانی که بدن آمادگی آن را ندارد چیست و چه لطماتی به آینده در زن وارد میکنند؟ خب بله، ببینید غزل یک کودک بود، هر سنی اقتضای خاص خودش رو داره، هر مثلا رفتاری در هر سنی مناسب هست و مسلماً برقراری رابطه جنسی در سنین پایین هم از لحاظ سلامت به مثلا بدن آسیب میزنه، چون هنوز اندام ها به طور کامل رشد نکرده، و هم از لحاظ روانی هر دو. به یعنی شما فکر کنید بچه در این سن نمیتونه تصمیم میگیره و خود این رابطه جنسی در اون سال، در اون سن سال، این تجاوزه، این رابطه جنسی نیست، این تجاوز جنسی است به نظر من، که هم تأثیرات منفی روحی روانی خواهد داشت و هم تأثیرات بر سلامت اون کودک. و چون که در حقیقت در این سن باید کودکیشون رو بکنن، از لحاظ رشد شناختی دچار اختلال میشن این افراد، و وقتی هم که مثلا سنشون بالا میره همچنان این حالتهای کودکیشون به سراغشون میاد. سوال شده، به نظر من باید نشان داد که این قطعه منشأ حکومتی دارد، چون در رژیم قبل مردم مذهبی هم بودن ولی اینقدر عکس العمل منفی نشان نمیدادن. آیا به نظرتون این نظر میتواند ریشه ای برخورد کند؟ ببینید، خب آنچه که مسلمه پس از انقلاب قتل‌های ناموسی افزایش بحرانی داشته، خیلی وحشتناک هست این آماری که ما داریم میبینیم، و درست میگین قبل از انقلاب بود، قتل ناموسی بود، ولی به این شدت ابدا نبود، به ندرت اتفاق می افتاد و اگر هم اتفاق می افتاد خیلی پنهانی می کردن، مثل اون چیزی که خانه پدری نشون میده، فیلم در فیلم خانه پدری.
خب بله، قوانین خیلی تعیین کننده هستند. وقتی که در جامعه، در سالات قبلی من به اصطلاح پاسخهایی که دادم نشون دادم که چقدر تأثیر داره این مسئله، مسئله آموزش رو، مسئله قوانین رو، همه اینها هست. و در حقیقت منشأ حکومتی که منشأ در حقیقت همین برای هر حکومتی، نه البته من منظورتون رو متوجه هستم که چی میگین، بله به نوعی هستش این، یعنی در حقیقت این حکومت هست که داره تشویق میکنه. اما توجه بکنیم که آداب و رسوم قومی قبیله‌ای رو فراموش نکنید. منتها این آداب و رسوم قومی قبیله‌ای رو میشه تغییر داد، یعنی اگر حکومتی مترقی باشه خیلی از این آداب و رسوم قومی قبیله‌ای در طی تاریخ و در جهان تغییر کرده. منتها بعد از انقلاب، متأسفانه بعد از انقلاب یعنی حکومت اسلامی، اینطور بهتر دقیق تر بگیم، پس از حکومت اسلامی این مسئله خیلی شدیدتر شده و آداب و رسوم قومی قبیله‌ای و عشیره‌ای که داشت به قول معروف از بین میرفت دوباره جون گرفته و شدیدتر و قویتر از سابق داره چهره به اصطلاح زشتش رو به مردم بیشتر و بیشتر نشون میده. خب یک سوال رسیده که دوست عزیزی گفتن من در جریان یک کمک رسانی در روستاهای دورافتاده دیدم که حتی دختر 12-13 ساله رو حاضر بودن به مبلغ ناچیزی صیغه هر که میخواست بکنن. عملا اسمش با بدترین کارها فرق میکند. چرا همین روش متفاوت، یکی صیغه و دیگری انتخابی به عهده خود زن، این گونه تضاد فکری ایجاد کند؟ این نگاه متفاوت رو نباید برای مردم روشن کرد؟ هنوز هم معتقدم هنرمندان در این مورد ورود نکردن، یعنی ابعاد متفاوت این موارد رو برای مردم نشان دادن. نظر شما چیست؟ بله دوست عزیز، ببینید خدمتون عرض کردم هنرمندان خب بخشیش واقعا بعضی از مسائل رو بهش بی توجه هستند و خب هنرمندانی که دغدغه مسائل مردم رو داشته باشن، به خصوص امروز خب سینما و فیلم ها میتونن خیلی مؤثر باشن و فقط هم به عهده هنرمندان نیست این قضیه، این قضیه جامعه شناسان هم میتونن ورود کنن در این مسئله، روان شناسان میتونن ورود کنن. مسئله است که به نظر من بحثش رو بردن توی جامعه فقط نمیشه گذاشت به عهده هنرمندان، اگرچه درست میگید و هنرمندا باید وظیفه هنری خودشون رو درست به اصطلاح نقششون رو ایفا کنن و به این مسئله بیشتر بپردازند، ولی به نظر من اتفاقا در این مورد مثالی که به درستی هم زدیدی که مسئله صیغه و از اون طرف به اصطلاح همون کنترل بر وجود زن، اینها که دوتا مثلا شق اکستریم متضاد هم هست، اینا باید بحث بشه. همین در شبکه‌های اجتماعی من اعتقاد دارم ما نباید منتظر کسی بمونیم، هر کدوم از خود ما امروز میتونیم نقشمون رو ایفا بکنیم. و الان اتفاقا کاری که باز کمپین توقف قتل اینا موسی میکنه همین مسائل هست، وارد این بحث ها شدن، ناقص از این ور ناقص سازی جنسی زنان رو، از این ور مسئله صیغه هست، قتل ناموسی هست، مسئله حجاب هست، اینها رو باید واقعا بحث کرد در جامعه و نگذاریم که به قول معروف پنهان بمونه از دید هم مردم عادی و هم از دید کسانی که وظیفه دارن. یعنی این ما هستیم که هشدار بدیم به هنرمندان که باید بیاین و وارد این مقوله بشید، یعنی تا عکس العمل مردم رو نبینن، تا ندونن به قول معروف خواست جامعه چی هست، این دست به ساخت فیلم نمیزنن. یعنی باید فکر کنن این فیلمی که الان میسازن مورد توجه جامعه قرار خواهد گرفت. چطور میشه؟ اینه که ما این هشدارها رو بدیم و در سطح جامعه مطرح کنیم که خانم هنرمند، آقای هنرمند، الان شما باید به این مسائل بپردازید.
ولیکن خود ما بیش از هر چیزی میتونیم تأثیر داشته باشیم، یعنی نقش مردم رو دست کم نگیریم. من اعتقادم اینه که نقش پیشگامان جامعه، نقش روشنفکران جامعه این هستش که این مسائل مهم رو به بحث بذارن، گفتگو کنن. ما در جامعه کمبود گفتگو داریم و این خیلی مهم هست که بتونیم روی مسائل بدور از تنش و با منطق مسائل رو برای مردم باز کنیم. خب، گفته در یک کلاس برای مشاوره دادن کارکنان راجب ازدواج، حتی مشاور تشویق میکرد که دختر و پسر میتوانن با هم دوست باشن و رفت آمد کنن. البته منظورش رفت آمد اسلامی بود. ها، به نظر شما آیا حکومت نمیخواد ریشه ای با این موارد برخورد کند و یا تثبیت رژیم خود رو با این عقب ماندگی ها تضمین میکند؟ نه دوست عزیز، ماجرا چیز دیگری است. فکر میکنم این سوال رو آقای مجید پرسیدن. مسئله که اسلامی ها میگن، اولا که در دین اسلام میدونه که دختر 9 سال قمری و پسر 15 سال قمری، یعنی شمسیش میشه 8 سال و نیم برای دختر و حدود 15 سال 14 سال و نیم برای پسر. اینها میتونن به عقد شرعی هم در بیان و زن شوهر بشن. این از این. اما اون چیزی که اینها میگن، اینا در به اصطلاح همین مسائل اسلامی میان اینها رو صیغه میکنند، صیغه محرمیت میخونند و در نتیجه حتی میتونن با هم سکس هم داشته باشن، که از دید ما این در حقیقت تجاوز هست که زیر سن و در کودکی انجام بشه. این از این مسئله، یعنی این چیز جدیدی نیست، این همیشه در دین اسلام بوده و انجامم دادند. حالا من خیلی وارد دیگه با قول معروف جزئیاتش نمیشم. به خاطر این نیست که ریشه ای برخورد بکنه، این اصلا برخورد ریشه ای نیست. اینها در حقیقت این که میگه با هم رفت و آمد بکنن، ولی پشتش مسائلی دیگه ای داره. اینجوری نیستش که بدون صیغه خوندن رفت و آمد بکنن. خیر، اگر همون پسر و دختر رو کمیته در خونه بگیره، میبرن و به عنوان به قول معروف زناکار شلاقشو میزنن، یا حالا دیگه خوشبختانه فعلا که سنگسار نیست، ولی شلاقشون میزنن. نه، اینطور نیست. و حالا اون مشاوری که چیز هست، جریان مشاور، اونا از نظر دیده مذهبی هستش. و من فکر میکنم با توجه به این که حکومت مذهبی است، این قوانین تا زمانی که یک حکومت مذهبی روی کار هست قابل تغییر نیست. ما میگیم تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زن، تلاشم رو هم میکنیم و باید هم بکنیم یا باید هم بگیم، ولیکن خب اگر که بردارن که بر نمیدارن دیگه، اون موقع در حقیقت خودشون رو از محتوایی که میخوان توهی کردن. و چون این مسئله رو خودشون میدونن، اینه که در مقابل خواست بر حق مردم مقاومت میکنن. اینه که نه دوست عزیز، جمهوری اسلامی این پتانسیل رو نداره که برای جبران عقب ماندگی خودش بتونه این به اصطلاح بگه آزادانه آزاد باشن مردم. نه، آزادی رو نمیخواد، ولیکن مسئله همون صیغه است، چیزی که ما باهاش مخالفیم. پایان. و متشکرم که در این اتاق حضور یافتید و امیدوارم که این صحبت ها بتونه راه گشا باشه و بتونیم با تلاش هایی که می کنیم شاهد کشته شدن هیچ زنی نباشیم، هیچ انسانی نباشیم، فرقی نمی کنه. من یک بالا شعر یا دلنوشته شعرگونه برای غزل و برای غزل های ایران سرودم که تقدیم شما و غزل های ایران می کنم. چه یه نشگفته در بهار، چه کسی تو را به مسلخ برد، ای دردان دختر غزل، چگونه رام پدر و عمو شدی که تو را یک بار در 12 سالگی قربانی بلاهت خود کردند. رومینا، ریحانه، فاطمه،
مریم، نرگس، بهار، الهه، آرزو، گلاله، غزال و ستاره، چه نام‌های زیبایی. غزل: تا چند هزار می‌خواهی بشمرم که باور نکنی پیمان ناموس پرستانه سیاه دل تاریک اندیش. ندیده بودی که چگونه داس برگردن روینا نهاد پدر؟ ندیده بودی که حبیب فاطمه را کنار کارون زب کرد و پدر تبر برگردن ریحانه؟ منا تو چه ساده دل بودی، ایران سیاه پوش توست، سیاه پوش غنچه های نشکفته در بهار. در اندوه بیکران کاش باور نکرده بودی غزل. به غزل‌های وطنم ایران، 8 فوریه 2022. با تشکر از شما عزیزان که در این برنامه شرکت کردید و سپاسگزاری از رضوان عزیز که دعوت ما را قبول کردند، تا برنامه آینده برایتان سلامتی و شادی آرزو می‌کنم. شب و روزتان خوش.